من آریا هستم و امروز اومدم با یه ویدیو خفن و جذاب دیگه که اولین قطعه که نیاز داریم یه دونه برد لامپ LED کم مصرفه که کل بردش هم نیاز داریم، فقط اون قطعه سیارنگ روی برد رو نیاز داریم که یه جوره فیوز این بردمون و اینکه بعد اون قطعه رو از روی بردمون برداریم که اینجا با یه دونه قلکش خلاصو بردارم و اون قطعه رو برد. فقط اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کامنت یادتون نره و اگر از اکسپلور یا اینستاگرام میاین حتما فالو کنین چون ویدیو زیادی داخل پیج هست و همینجور شده سیو و شیر هم دیگه یادتون نره، شیر و سیو دیگه همیشه میزنین دیگه دمتون گرم دیگه و نباید بگم دیگه. و بعد از این باید اون روکش این فیوز خودمون رو برداریم که یه سیمپیچ داخلشه، سیمپیچ اینا خیلی نازکه و نمیتونیم مستقیم از اون استفاده کنیم، پس در این ادامه من اون سیمش رو عوض میکنم که داخل ویدیو کاملا مشخصه و میتونین ببینید. و اگر از یوتیوب میان حتما سابسکرایب اگر نزدیم بزنیم، زنگوله رو هم بزنیم، زنگوله خیلی مهمه بچه‌ها. و اولین ویدیویی که بسازم نوتیفیکیشنش یا همون پیامکش براتون میاد وقتی زنگوله رو زده باشه. اون قطعه که نیاز داریم همین قطعه است و فقط میخواد که یه دونه کلید دیگه هم نیاز داریم که من از میکرو سویچ استفاده میکنم که از روی برد DVD برداشتم، رو هر چیزی هست اینا دیگه، اینا تو خونه همه تو هست که اینم باید اون قلکش قلاشو برمیدارم داخل ویدیو میبینین. تو این قسمت هم بعد از اینکه میکرو سویچ رو برداشتم دو تا پایه‌اش رو قیچی میکنم. اینجور که میدونین میکرو سویچ ها دو تا پایه کلن دارن، این میکرو سویچی که دست منه دو تا پایه داره که دو تا چهار تا پایه است که دو تا پایه است در اصل. این خیلی پیچیده شد ولی آقا با یه دونه تست بوق متوجه میشین دو تا پایه‌اش همون چهار تا پایه است. آقا بی خیالش دیگه همون کاری که کردیم با میکرو سویچ رو میکنیم و اون فیوزی که برداشتیم و یه پایه‌اش هم لا میکنیم داخل ویدیو میبینید و اینا همه رو روی یه دونه USB سوار میکنیم به این صورت که یکی از مثبت یا منفی فرق نداره، مثبت یا منفی پایه USB تون رو وصل میکنیم به یکی از پایه میکرو سویچتون و مثبت یا منفی دیگر رو که باقی مونده رو هم وصل میکنیم به یکی از پایه های اون فیوزتون. به همین سادگی حالا پایه فیوز و پایه میکرو سویچ که مونده رو هم به هم لینک میکنیم و با فشار دادن اون میکرو سویچتون یه اتصال کوتاه ایجاد میکنین. کلا همینه نقشش، ساده تر از این نمیشه. یه اتصال کوتاه فقط میخواییم که با میکرو سویچ برقرار بشه، تمام شده. بعد داخل ویدیو هم میبینین نقششو، این لیم کاریاشو و تمام شد. من تا دیگه فقط من در ادامه که میبینین اون سیم فیوزمو عوض میکنم چون سیمش به شدت نازکه و با یه اتصال کوتاه میسوزه. از یه دونه سیم بخاری میتونین استفاده کنین، بخاری آکواریوم میتونین استفاده کنین، سیم داخل هویه میتونین استفاده کنین، سیم تنگستن اگه اشتباه نکنم، اگه شما باز دقیق‌تر میدونین داخل کامنت ها بگین سیمش چیه، دقیق نمیدونم، که مقاومت زیادی داره و زود داغ میکنه ولی ذوب نمیشه، دیر ذوب میشه ولی زود داغ میکنه. و همین دیگه بچه‌ها، اینو وصل میکنیم به دو تا سری اون فیوزمون به جای اون دو این پیچ قبلی و تموم شد دفت و میریم برای تستش در ادامه میبینیم. برای تست من به خاطر اینکه جریان زیادی نیاز داشتم از USB رو وصل کردم به باتری 37 ولت 2000 میلی آمپری که چیز سختی هم نیست، ساده است. مثبت منفی اونو وصل می‌کنیم، مثبت منفی اینم بوم میره و هم کیپ میشن و باید دکمه اون المنتتون داغ میشه، خیلی داغ میشه ولی میتونین المنتتون و اون نسبت ولتاژتون کم و زیاد کنین تو پیچاشه و با یه دونه یه ثانیه هم نمیخواد، یه ثانیه میزنی آتیش میگیره، یعنی از خود کبریت زودتر آتیش میگیره. داخل ویدیو هم کاملا مشخص میبینید خیلی سریعه، یعنی اشتعالش به شدت بالاست و حواستون باشه دیگه بچه، زیاد المنت رو فشار ندین چون زیاد اگه داغ کنه المنتتون کوتاه باشه ذوب میشه اون سیم پیچتون
و مرسی تا اینجا همراه من بودین. مثل همیشه تا ایده و یه ویدیو خفن و جذاب دیگه، فعلا خدا نگهدار. You go. Lord knows that I've tried to.